اینکه مشتری اخبار معمولا بزرگترها هستن خب چیز عجیبی نیست، ولی خب حتما گاهی هم پیش میاد که وقتی داره اخبار پخش میشه بچه‌ها میان و میرن و یه چیزایی به گوششون میخوره. بله، یعنی خیلی هم با موضوعات خبری بیگانه نیستن. بله، اما حالا چی میشه اگر شما وارد دنیای کودکی این بچه‌ها بشید و سخت‌ترین سوالات سیاسی که به طور خاص توی تیوی ریش مطرح میشه رو جلوشون بذارید؟ سرکار خانم خوما، کارشناس محترم برنامه، هدف کشورهای غربی و استکبار جهانی از صدور قطعنامه‌های جدید و افزایش فشار به جمهوری اسلامی چیه؟ هم نظرتون رو راجع به خودرو، یعنی ماشین هایی که داخل کشور تولید میشه چیه؟ کیفیتشون چجوریه؟ Not good quality. سرکار خانم سبا، کارشناس امور سیاسی، به نظر شما هدف کشورهای غربی و استکبار جهانی از صدور قطعنامه‌های جدید و افزایش فشار به جمهوری اسلامی چیه؟ هدف کشورهای غربی و استکبار جهانی از صدور قطعنامه‌های جدید و افزایش فشار به جمهوری اسلامی چیه؟ الان آیه کارشناس، به روحانیت خیلی حمله میشه که برای ما خیلی مهم این موضوع. شما از اونجا که به این موضوع خیلی اهمیت میدید و در این موضوعات خیلی اطلاعات دارید، در این شرایط چی کار باید کرد؟ مثلا چه راه حلی شما میدید برای این مشکل؟ اخیراً رهبر معظم انقلاب یک اشاره بسیار بسیار سریع نسبت به این کردن، گفتن ما از آن داریم که عدالت محقق نشده. بگید چه کار باید بکنیم؟ چه تفاوتی ما داریم با غربی ها که ما بگیم نتونستیم عدالت رو مستقر بکنیم؟ مرسی آقا. بعد میخواستم از اول شروع کنم که اگه یادتون بیاد تو دسامبر تو یه پروسس خیلی بزرگی شد، خیلی نزدیکم بود که خامنه ای بره. ما میخوایم این کار همین جوری بکنیم تا اینقدر نزدیک بشه ما میتونیم هر کاری بکنیم که خامنه ای بره.